نمایشگاه کیمیا نوابی با عنوان Not for long, my forlorn یا دیگه چیزی نمونده تنهای من، نتیجه آخرین مرحله مسابقه تلویزیونی The Work of Art یا کار هنریه که کیمیا در اون به مقام اول رسید. اسم من کیمیا نوابی هست. من نقاش هستم. ببخشید خیلی فارسی حرف نمیزنم. سالم 31. کیمیا که به زبان فارسی احاطه کافی نداره، ترجیح میده به انگلیسی خودش رو بیان کنه. کیمیا در مورد گذشتش میگه: من در سال 80 میلادی در سان دیگو به دنیا آمدم. پدر و مادرم سال 79 با خواهر بزرگترم به آمریکا مهاجرت کردند. اما متاسفانه پدرم رو چند سال پیش بر اثر یه سانحه از دست دادم. خیلی دوست داشتم که میشد وقتی سنم کمتر بود به ایران سفر میکردم و آرزومه که بالاخره یه روزی این کارو بکنم. کیمیا در رابطه با تجربه شرکت در مسابقه تلویزیونی The Work of Art صحبت میکنه و میگه این مسابقه آدم رو هم از لحاظ حرفه‌ای و هم از لحاظ شخصی تحت تأثیر قرار میده. توی این مسیر یه جورایی بهم ثابت شد که برای بهتر شدن و قوی تر شدن توی کار مرزی وجود نداره و فکر میکنم شاید همین محدودیتایی که تو مسابقه واسه آدم ایجاد میکردن آدم رو مجبور به رشد میکرد. ما اجازه نداشتیم با دنیای بیرون تماس برقرار کنیم. نه دسترسی به روزنامه داشتیم، نه به تلویزیون یا تلفن. و این باعث میشد تا بیشتر به درونمون رجوع کنیم. درست مثل وقتی که آدم روزه سکوت میگیره و بعد از مدتی یه دفعه متوجه میشه که در جدیدی به اعماق درونش باز شده. کلاً تجربه جالبی بود. هم سخت بود، هم آموزنده. در گوشه این نمایشگاه که از نقاشی، مجسمه و هنر چیدمان تشکیل شده، یه قطعه شعر از کیمیا به چشم می‌خوره که در برگیرنده تمامی مفهوم این نمایشگاهه و به گفته خودش به طور فی‌البداهه و در عرض 5 دقیقه به ذهنش خطور کرده. Every time I read it, it always makes me cry. So sorry. But I don't know. I feel like it basically encapsulates. کیمیا درباره شعر میگه هر وقت این شعر رو میخونم بی اختیار گریم میگیره، چون احساس میکنم نوعی ادای احترام به پدر مرحوممه و به این موضوع اشاره داره که وقتی آدم عزیزی رو از دست میده در اوج تنهایی و درموندگی باید یادش باشه که اون عزیز در واقع نمرده، بلکه فقط پوست انداخته و وارد مرحله دیگه ای از رشد شده. این که احساس غم و درموندگی به زودی تموم میشه چون ما هم همین مسیر رو میگذرونیم و وارد مرحله بعدی یعنی زندگی بعد از مرگ خواهیم شد. با اینکه هر انسانی در طول زندگیش جنگ و نبرد شخصی خودشو داره، ولی روح انسان آزاد و جاودانه است. کیمیا پیش از خلق این آثار مطالعاتی در زمینه تاریخ اساطیر یونانی و مصری، کیمیاگری و ادیان مختلف مثل بودیسم و هندویسم انجام داده و از نتیجه یافته‌هاش برای خلق این نمایشگاه الهام گرفته. کیمیا میگه این نمایشگاه برای من در واقع آغاز اکتشافات من در زمینه معنویت و عرفان بود. وقتی دم سنش بالاتر میره، ناخودآگاه نیاز داشتن اعتقاد تو خودش بیشتر احساس میکنه. البته شاید همه اینطوری نباشن، ولی من این نیاز رو حس کردم. دوست داشتم انرژی های دور برم رو بیشتر درک کنم و برای تشریح یافته‌هام تصمیم گرفتم به فلسفه ها و اساطیر کهن رجوع کنم. اگرچه تولد دوباره سوژه اصلی نمایشگاه کیمیاست، اما این تولد همونطور که خودش هم توضیح میده تنها به زندگی بعد از مرگ محدود نمیشه، بلکه به تولدهای دوباره انسان در طول زندگی زمینیش هم اشاره داره و کیمیا برای به تصویر کشیدن این دیدگاه به طور سمبولیک از پوست مار استفاده میکنه. کارهای هنری کیمیا فقط منعکس کننده دیدگاه عرفانی و معنوی اون نیست و به گفته خودش روند کار به خودی خود یه نوع تعمق و تمدد اعصاب به شمار میاد. درست مثل ساعتها کاری که با دقت صرف ساختن این کلاه خود فلزی کرده.
This piece is entitled Closer to Thoth. کیمیا میگه این قطعه یکی از کارهای مورد علاقه خودمه به اسم نزدیک به ثاث که اشاره داره به خدای خرد و معرفت در اسطوره شناسی مصری که البته اونا هم به نوبه خودشون این اسمو از خدای یونانی اقتباس کردن. از کیمیا پرسیدیم که آیا به عنوان یه هنرمند ایرانی تبار در نیویورک پیامی برای هنرمندای ایرانی داره؟ و کیمیا جواب داد راستش واقعا احساس میکنم این درست نیست که منی که در ایران نبودم و سختیایی که بچه‌ها در اونجا متحمل میشن و تجربه نکردم از اینجا بخوام براشون پیامی بدم. آرزوی قلبی من اینه که مردم ایران تسلیم زور نشن و با یه صدای متحد به اون اهدافی که خودشون دلشون میخواد دست پیدا کنن. کیمیا معتقده که گاهی اوقات زیادی از حد احساسات میشه و از این که نمیتونه خودشو در این مورد کنترل کنه از دست خودش عصبانی میشه. اما شاید هم همین ویژگی خاص و خصلت شرقیشه که باعث شده مردم به ویژه مخاطبین مسابقه تلویزیونی The Work of Art جذب ذهن خلاق و دراک اون بشن و کاراشو از درون آتلیه کوچیکش به طبقه دوم موزه بروکلین ببرن. امروز دیگه کیمیای نوابی یه هنرمند ناشناس نیست و طرفداراش توی خیابون هم از دور اونو تشخیص میدن و با آغوش باز ازش استقبال میکنن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.